نیکی هیلی سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل متحد آزمایش موشکی اخیر ایران را مطلقاً غیر قابل قبول دانسته و میگوید نتیجه تحقیقات نشان میدهد این آزمایش بر روی یک موشک با برد متوسط انجام گرفته، در حالی که وزیر دفاع ایران آزمایش این موشک را تایید کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرده بود این نوع موشک ها ارتباطی با توافقنامه اتمی ایران ندارند. گزارشی از پروانه هدایت. نیکی هیلی سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل متحد روز گذشته پس از پایان جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: بله، ما خواستیم امروز جلسه ای تشکیل شود که در آن تایید شد ایران این آزمایش موشکی را انجام داده. روز یک شنبه 29 ژانویه یک موشک با برد متوسط پرتاب شده است. این به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما می‌خواستیم این مسئله فوراً روشن شود. در حالی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اعلام کرده در توافقنامه اتمی نامی از این موشک به خصوص قید نشده است و دولت ایران هرگز برای حمله به کشورهای دیگر موشک تولید نمی‌کند. نیکی هیلی در واکنش به این ادعا میگوید: دولت ایران باید خیلی ساده لوح باشد اگر فکر کند ایالات متحده و سایرین ادعایش را در مورد اینکه قصد حمله به کشورهای دیگر را ندارد باور کنند. من از همینجا به مردم سراسر جهان میگویم که باید گوش به زنگ و آگاه باشیم. ایالات متحده ساده و خوشباور نیست. ما ساکت نخواهیم ماند. خواهید دید که به آنچه میگوییم عمل میکنیم. ما میخواهیم آنها بدانند که ما زیر بار چنین چیزی نمیرویم و نخواهیم گذاشت کشورهای دیگر هم فناوری و تجهیزات ممنوعه در اختیار ایران بگذارند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد تایید کرد موشکی که روز یک شنبه پرتاب شده قابلیت حمله سلاح هسته‌ای داشت. در اینجا باید دقت شود که آنها می‌دانند نباید دست به تولید و آزمایش موشک‌هایی بزنند که قابلیت حمله سلاح هسته‌ای دارند. حال ببینیم چه کرده. موشکی را آزمایش کرده که می‌تواند یک کلاهک 500 کیلوگرمی را تا برد 300 کیلومتر حمل کند. این به مراتب بیشتر از آن چیزی است که برای حمله سلاح هسته‌ای لازم است. متیو رایکرافت سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز از ایران خواسته است به تعهداتش در قبال قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند. بحث ما این است که آزمایش موشکی جدید مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت بوده که از ایران می‌خواهد به تمامی تعهداتش عمل کند. بار دیگر از آنها می‌خواهیم به تعهداتشان عمل کنند. به خصوص مراقب واکنش کشورهای منطقه به اقداماتشان باشند. این اقدام ثبات منطقه ای را که به خودی خود در حال حاضر وضعیت متزلزلی دارد بیشتر برهم می‌زند. بخشی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران می‌خواهد تا 8 سال از انجام فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای خودداری کند و از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد از هر گونه همکاری شامل تامین و تجهیز دولت ایران با فناوری‌ها و کالاهایی که می‌توانند در فعالیت‌های ممنوع ایران به کار روند اجتناب ورزند. برخی از تحلیلگران میگویند دولت ایران برای ارزیابی واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا دست به چنین اقدامی زده است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.